گفتگوی داشتم با خانم رویا روحانی، کسی که در سال 1971 میلادی 1150 خورشیدی مقام دوم رو در جهان کسب کردن، دختر شایسته شدن. ایشون دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی بوده اند، مدیر یک شرکت بیمه هستن. هم اکنون حاصل ازدواجشون که 34 سال از اون میگذره، دو فرزند هست که یکی مدیر یک شرکت هست در نیویورک و پسر دیگری که دانشجوی پزشکی دانشگاه هاروارده. بله، من اون موقع 16 سالم بود. من از شهر شیراز شرکت کرده بودم، با اینکه خودم در واقع اهل تهران بودم، ولی چون در اون موقع در شیراز تحصیل می‌کردم، از شهرستان شیراز شرکت کردم و دوستان آشنایان. خب ببینید، خیلی ملاک‌های مختلفی بود از لحاظ خصوصیات اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، ظاهری، همه اینا بی اثر نبود و خب دوستان و فامیلا شاید فکر میکردن من دارای مشخصات هستم و همین باعث شد که من درخواست خودم رو بفرستم و به قول معروف یه سعی بکنم ببینم که چی میشه. خانم روحانی، 41 سال پیش شما در مسابقات دختر شایسته شرکت کردید. در اون سالها شما به عنوان نفر دوم، به عنوان نفر دوم دختر شایسته جهان برگزیده شدید. چه پروسه رو طی کردید؟ پروسش به این ترتیب بود که ما از موقعی که انتخاب می شدیم به عنوان فینالیست، حدود 3 ماه برنامه داشتیم. مرتب هفته‌ای می تونم بگم اقلا 2 یا 3 روز ما با مجریان این برنامه در گرد همایی های مختلف شرکت می کردیم و بحث پیش می اومد، صحبت می کردیم. اگر کسی هنری داشت هنرنمایی می کرد، راجع به مسائل روز خیلی با ما صحبت می کردن، آگاهی باید می داشتیم. در ضمن باید شاگرد زرنگی بودیم توی مدرسه‌مون، یکی از شرایطش هم این بود و همینجور نحوه صحبت کردن، نحوه ارتباط برقرار کردن، آگاهی داشتن از مسائل روز، چه در ایران خودمون چه در دنیا چی میگذره، ما بعد از تمام اینا آگاهی می داشتیم و به اصطلاح یه دختر خیلی امروزی و مدرن و متجدد اینا دوست داشتن انتخاب کنن، برای اینکه نهایتاً این دختری که انتخاب می شد باید می رفت در مسابقه بین المللی شرکت می کرد و اونجا هم که می دونین از تمام کشورهای مختلف می اومدن دخترهای خیلی خوب، خوشگل، با معلومات و دختر ایران باید کسی می بود که می تونه 100% با اینها رقابت کنه. چه احساسی داشتید موقعی که فهمیدید این جایگاه رو دارید و این جایگاه رو پیدا کردید؟ چه تأثیری روی شما اون زمان گذاشت؟ من مسابقه ما در برلین بود در آلمان و یک مقدار زیادی از ایرانیایی که ساکن اون شهر بودن اون شب اونجا اومده بودن و وقتی اسم منو که همون اسم ایران بود در واقع به عنوان نفر دوم خوندن، بسیار بسیار شور و هیجان زیادی بود تو سالن. من خودم از خوشحالی که همینقدر که باعث شده بودم اسم ایران خونده بشه خیلی برای من مهم بود. اثری که گذاشت، خب گذشت از اینکه شهرت و محبوبیت، خب میدونین اون موقع آدم جوون 16 ساله خیلی برای دختر 16 ساله شهرت پیدا کنه، محبوبیت پیدا کنه خیلی چیز قشنگیه، ولی الان که نگاه میکنم واقعا یه خاطره خیلی خوبی بود برام که همیشه در دوران زندگی با من خواهد بود. احساس مسئولیت بیشتر اون موقع میکردم که بتونم یک وظیفه خوبی انجام بدم، چون نماینده دختران مملکت خودم بودم و خیلی میخواستم که این چیزی رو که به من سپرده شده به اهل نحسن انجام بدم و بتونم نماینده خوبی باشم برای دختران همسن خودم که در زیر نام ایران ما به اونجا فرستاده میشدیم. چه تأثیری فکر میکنید روی آینده شما گذاشته؟ دبیرستان میرفتم، بعد از اینکه دبیرستانم تموم شد آمدم به امریکا برای ادامه تحصیلات. خب این هدفی بود که من همیشه داشتم سوای این مسابقه و 100% به این هدفم ادامه دادم. تأثیرش فقط میتونم بگم الان که نگاه میکنم یک خاطره بسیار خوبی بود و یک به قول معروف تجربه بسیار شیرینی بود برای من. به عنوان دختر شایسته ایرانی، خود شما چه مشخصاتی رو برای دختر شایسته در ذهنتون دارید؟ اگر شما مثلا داور بودید، براتون چه چیزهایی مهم بود؟ زن، یک زن ایرانی، مقامش این نیست که آیا چجوری خانه‌داری میکنه، شوهرداری میکنه. یک زن میتونه پا به پای یک مرد موفق باشه، مدارج تحصیلی بالا رو طی بکنه و سعی کنه واقعا آینده ساز خودش باشه. والا من نصیحتی که همیشه به دختر خودم میکردم این بود که همیشه باید روی پای خودت بیستی، باید مدارج
تحصیلی رو تا درجه آخر به پایان برسونی و سعی کنی توی جامعت خیلی دختر مثبتی باشی، اثرگذار باشی. واقعا دوست ندارم که زن فقط مصرف کننده باشه توی جامعهش. این برای اینکه همونطور که ما میدونیم زنها خیلی انسانهای باهوشی هستن و این درست نیست که از این استعداد و هوششون استفاده نکنن و فقط به خانه‌داری بپردازن. اینه که از لحاظ شغلی به مدارج بالا برسن، چرا که نه؟ برای اینکه خانم‌ها خیلی سمارت هستن، خیلی این قابلیت رو دارن و تا اونجایی که میتونن باید خودشونو به بالاترین درجه از لحاظ تحصیلات، شغلی، مقامی برسونن. این نظر منه. و یه دختر شایسته باید دختری باشه که قابلیت اینو داشته باشه و دلش اینو بخواد که بتونه به این مقام ها برسه.